بن میسم جرم مالیش رو به مساوی 108 قرار بدم. خب 108 مساوی است با یه دونه گوگرد داره که 32 ان تا فلور داره که من نمیدونم. می نویسمش 19 ضرب در ان، چون یه دونه فلور 19 تا است. خب تموم شد دیگه. این با این خرد میخوره میشه 76، پس از اینجا ان میشه 4. میشه گزینه 3. خیلی ساده. بریم سوال بعد. تعداد اتم ها در 2 گرم گاز اوزون برابر تعداد مولکول ها در 8 گرم گاز ایکس او 2 است. جرم اتمی ایکس کدام است؟ دقت کنید بچه‌ها، بین اتم و مولکول قاطی نکنید. توضیح دادم. یه مولکول آب شامل 2 تا اتم هیدروژن و یه دونه اتم او 2 یا مجموعاً 3 تا دونه اتم. پس اینجا من هر یه دونه مولکول اوزون مثلا شامل 3 تا دونه اتم اکسیژنه. حله؟ یا هر یه دونه مولکول ایکس او 2 شامل 3 تا اتمه، یکی ایکس، 2 تا او 2، 2 تا او. اوکی؟ خب 2 گرم گاز اوزون، برم مولش رو به دست بیارم دیگه. بچه‌ها نگاه کنید، وقتی می‌خواید تعداد رو مقایسه کنید برید مول رو به دست بیارید. درسته که تعداد یعنی بعد ضرب در عدد آووگادرو رو بشه، خب ولی برای مقایسهش دیگه نیاز نیست برید ضرب در عدد آووگادرو رو بکنید. چرا؟ چون هر دو ضرب در عدد آووگادرو میشه، خب دیگه فرقی نمی‌کنه که. پس برای مقایسه تعدادها برید مول رو به دست بیارید. حله؟ دیگه نیاز نیست دیگه مول رو ضرب در عدد آووگادرو رو بکنید. خب من 2 گرم اوزون دارم، تقسیم بر جرمولی اوزون میکنم. جرمولی اوزون چقدر شد؟ 3 تا اکسیژن دیگه، 3 تا ضرب در 16. مولش میشه چی بچه‌ها؟ میشه 1/24. 1/24 مول اوزون دارم. حالا تعداد اتم ها رو میخوام. خب هر یه دونه اوزون 3 تا دونه اتم داشت، خب اینو ضرب در 3 میکنم که مول اتم ها به دست بیاد، میشه 1/8 مول. پس من 1/8 مول در واقع اتم دارم که این برابره با تعداد مولکول XO2، یعنی مول XO2 هم 1/8. درسته؟ حالا من میخوام جرم اتمی X رو به دست بیارم. بچه ها گفتم یکی از راههایی که برای یک عنصر اطلاعاتی راجع به یک عنصر مجهول به دست بیارید چیه؟ برید جرم اتمی جرم مولیش رو به دست بیارید. درسته؟ خب من میدونم که 1/8 مولش چقدر الان جرمشه؟ 8 گرم. من میخوام بدونم 1 مولش چقدره؟ جرم مولی یعنی جرم 1 مول از ماده. خب پس 1 مولش 64 گرم جرمش. حله؟ خب 64 گرم اگه جرمش باشه خب مساویه با جرم مولی X که نمیدونم به علاوه 2 تا اکسیژن، 2 تا 16 تا 32 تا. پس از اینجا به دست میاد که جرم مولی X 32. میشه گزینه 1. خیلی ساده. حله؟ پس دوباره تاکید میکنم فوق‌العاده این ایده مهم. سوال بعدی دوباره از همین ایده است. میگه ترکیبی از زنون و فلور شامل مولکول‌های زنون FN است که این عدد طبیعی. اگر اینقدر مولکول زنون FN جرم معادل این داشته باشد N کدام؟ خب دوباره بریم مول به دست بیاریم و چون میخوام یک اطلاعات مجهول اطلاعاتی از ماده مجهول به دست بیارم میرم جرم مولیشو به دست میارم. اوکی؟ خب اینو تقسیم بر عدد آووگادرو بکنیم. 6.2 ضرب در 10 به توان 23 میشه چی بچه ها؟ میشه 3/2 ضرب در 10 به توان منفی 3 دیگه. واضحه دیگه. درسته؟ خب انقدر جرمش شده چقدر بچه ها؟ شده این 311 ضرب در 10 به توان منفی 3. این انقدر مول از زنون اف جرم شد، زنون اف ان جرم شده این دیگه. درسته؟ خب من میخوام بدونم 1 مول چقدره. پس 1 مول جرمش چقدر میشه. درسته؟ خب این در طور منفی 3 دو طرف رو میتونیم با هم خط بزنیم. خب بیاییم چی کار بکنیم؟ الان من 311 به 3 بخش وزیر نیست دیگه. خب من می‌نویسم 312 که به 3 بخش وزیر بشه، یعنی یه دونه می‌برمش بالاتر تقریب بزنیم. این 3 با این خط می‌خوره، این میشه 104. پس X از اینجا میشه 208. پس جرم مولی تقریبی این ماده شده 208. درسته؟ خب 208 مساوی است با یه دونه زنون به علاوه N تا فلور، یعنی 19N. این با این خط میخوره میشه 77 تقریبا. پس اینم تقریبا میشه 4. نیست. این تقریبش هم به خاطر اینه که من 311 رو کردم 312 که بتونم راحت تقسیم بر 3 بکنم. حله؟
پس خیلی دینی در جدی بگیرید بچه ها. یک اطلاعات رو میخواستید راجع به یک ماده مجهول به دست بیارید، برید جرم مولیش رو به دست بیارید. خب میگه نمونه از آمونیاک شامل اینقدر اتم هیدروژنه، این نمونه آمونیاک چقدر جرم بشه؟ خب بریم اول بریم مولش رو به دست بریم بچه ها. یه تقسیم بعد آووگادرو بکنم، 6 ممیز 2 ضرب در در توان 23. یکی از راه های مول بود جرم تقسیم بر جرم مولی، یکی دیگه بود تعداد تقسیم بر